سلام، 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 احوالت؟ سلام، خوبی آقا؟ مخلصتم داداش. میدونم حال خیلی شما سر خوبه؟ حال بود با صحبتهایی که قبلا با هم دیگه کردیم و دقیقا مرسی که وقت گذاشتی تا دوستانی که حالا اینجا منتظر هستن، چون قبلش من گفته بودم من معذرت میخوام اگه منتظرتون گذاشتم. خیلی معذرت میخوام. نه، چرا؟ خواهش میکنم. همونجور که با هم صحبت کردیم گفتم اونجور که باید و شاید دوستان فارسی زبون هنوز نمیدونن چیا کیه و چه بله، کاری انجام داده، امروز میخوایم کلن صحبت ها با شما باشه، چه اتفاقی افتاد، میخوایم یه جوری برامون توضیح بدید انگار داریم با اون سومالیایی میجنگیم. از باید بلندشن دیگه، حرکات انجام بده. قبل شما ورزش رزمی هم انجام میدید یا نه؟ چیا؟ برادر من ورزش رزمی فقط برای خودم، من کلاس رفتم ولی نه بگم رسمی، نه کمربند چیز دارم اینو اینو، من برای خودم. من تو خونه همیشه کیسه بوکس داشتم، همیشه رزمی کار کردم. من خودم فوتبالیست بودم از بچگی همیشه، ولی رزمی رو خودم تو خونه شخصی کار کردم. اینجا هم گفتم برسانه خیلی پرسیدن حرکات رزمی داشته، کار کردم از روی کتاب، از روی فیلم. بالاخره دوست داشتم، استعدادشو داشتم چون بدنم خیلی نرم بود خلاصه، ولی در اون لحظه استعداد در اون لحظه متاسفانه به دردم نخورد. ای کاش همش از اون شب، از اون روز همش فیلم رو نگاه میکنم و میگم چرا نتونستم هیچ کاری بکنم. بس بالاخره اگه میزدمش خیلی بهتر میشد. البته استعدادش خودم جلوشو گرفتم، خدا رو البته جلد. بله بفهمید. میگم استعدادش رو داشتی، موقعیتش هم پیش اومد، اتفاقا خیلی کار درستی کردی. مهم این نبود که طرف کتک بخوره، مهم این بود که اون حرکتی که داشت انجام میداده رو شما کندش کردی و باعث شدی که دقیقا جلوش رو گرفتم. دقیقا. من یه لحظه عذر میخوام، من هنسفی رو تو گوشم بذارم. ببخشید عذر میخوام. راحت تر فکر کنم. خیلی بسیار عالی. آقا دوستان منتظرن. منو خوب دارید شما؟ اتفاقی افتاد اونجا و خودتون دیگه تمام قضایی جناب رو اونجا قربانت برم. اونجا اتفاق متاسفانه فقط اتفاقات بد بود داشت می افتاد اون روز و متاسفانه من در اون روز خوشبختانه اونجا بودم، ولی متاسفانه اون صحنه ها رو دیدم. خیلی برای من بد بود، خیلی سخت بود و هنوزم تو فکرم اون صحنه ها و اون اتفاقا داره میچرخه. عرض کنم من خب اونجا داشتم رهگذری میرفتم، دیدم فریاد میزنم مردم که فرار کنید، فرار کنید، جیغ و داد مردم و زن و بچه و اینا رو شنیدم و تعجب کردم چه خبره. یکم جلوتر که رفتم دیدم یه جوان سیاه پوست بدون کفش و دمپایی و اینا، یه چاقو دستشه، یه ماسکم زنده بود به خاطر کرونا، بالاخره احتیاط و رعایت کرده بود، ماسک زده بود با چاقو داشت حمله میکرد و فرار میکرد. منم خب گفتم حتما داره فرار میکنه، یا پلیس دنبالش کرد، یا چی جریانی چیه نمیدونم. یکم که رفتم جلوتر دیدم، یکم که وایستادم دیدم که یه نفر جوون که روی صندلی نشسته بود و از هیچی مثل همینجور عادی نشسته بود، مشغول مطالعه بود یا مشغول موبایلش بود. من دور بودم یکم، فقط دیدم داره از پشت با چاقو ضرباتی رو به پشت گردنش میزنه. من همینطور مونده بودم، خدایا داره میزنه، شوخی جدی فیلم؟ به خدا من در اون لحظه اصلا نمیدونم، نمیدونی چه صحنه بود برادر. به خدا اسم شما یادم رفت، خیلی معذرت میخوام. چی؟ اسحاق هستن. اسحاق، اسحاق. به خدا در اون لحظه نمیدونم اصلا فیلم بود چی بود. بالاخره اون صحنه ها رو که دیدم داشت میزد میزد جوون، یه دفعه به هوش حواسش اومد سر جاش، یه دفعه دستش به گردنش گرفت و فرار کرد. اون جوونی که داشت چاقو میخورد اونو دنبال نکرد، ول کرد و رفت طرف مردم. من که اینو دیدم دیگه نه، دیدم مسئله واقعا جدی و اون داره هر کی جلو دستش بیاد میزنه دیگه. در اون لحظه داد برادر اصلا نه حسیمون برای من، نه احساسیمون، نه فکریمون، نه هیچی، فقط ترسیمون، نه هیچی هیچی، اصلا ترس که نمون دیگه. واقعا فقط خواستم حمله کنم، یه چیزی هلم داد، اصلا مثل این که انگار یه چیزی هلم داد و گفت که برو جلو. به خدا من نتونستم بیستم و رفتم حمله کردم به اون، ولی تنها نبودم خوشبختانه. در اون لحظه
چند نفر سیکوریتی اطراف سوپرمارکت اطراف هم بودن، اونا هم کمک کردن یکم، بعد دیگه اونا عقب کشیدن، تنها موندم. اون فیلمی که هست 14 ثانیه تو دست جماعت تو این اینترنتی نمیچرخه، رسانه های اجتماعی اون هم میچرخه، بالاخره اون فیلم فقط نصف درگیری منو، نصف هیچی اصلا نیست از درگیری من اون طرفی که چاقو داشت. من رفتم جلو، تنها موندم، رفتم جلو، هیچی نداشتم، فقط یه کوله پشتی داشتم و با اون کوله پشتی ترسوندمش. نمیدونم تو فیلم دقت کردید دیدی یا نه، اون از من ترسید، دو قدم عقب کشید، دو قدم عقب کشید، هم موقع حمله بود، متاسفانه من حمله نکردم، ولی بالاخره کوله پشتی از دستم افتاد، اون دیگه یه چیزی پرت کرد طرف من، من دور شدم. بعد اون من دوباره رفتم جلو، به من حمله کرد دوباره، زمین لیز بود، سرخ خوردم، افتادم زمین. اینا رو فیلم ندارن متاسفانه، ولی فیلمش دستم بیاد حتما پخش میکنم. من به خیلی هم گفتم شاهدم دارم، یعنی سرخ خوردم، با طرف درگیر شدی؟ دقیقا درگیر شدم، افتادم زیر دستش، خدا شاهد من اینو میگم. هی فیلم این نیست، یعنی اگه این فیلم اگه پخش میشد به خدا اصلا خیلی دوست دارم ببینم که چطور شد این در اون لحظه من نمیدونم چی کار کردم، یا خدا نخواست، یا چطور شد که نزد. چون من افتادم که سر خوردم، افتادم زمین، زیر دست قسمت پشت افتاده بودم، فقط دست و پا میزدم، مشت مینداختم، لگد مینداختم زمین دیگه، اون حرکاتی که نتونه که اون هیچ کاری بکنه. چشمو که باز کردم دیدم بالا سرم نیست. یه دفعه بلند شدم باز دیدم روبروم وایستاده، روبروم که وایستاده، باز شروع کردم مشت انداختن، لگد انداختن، اینا همه متاسفانه هیچیش، فقط شاهد دارم، شاهدم اینجا نیستن. لگد انداختم، مشت انداختم، میزدم ولی نمیخورد یا میخورد اینا رو نمیدونم، چون در اون لحظه هیچی احساس نمیکردم و هر آن انتظار اینو داشتم که الان یه چاقو به من بزنه. من خیلی دوست دارم این فیلم رو دوباره ببینم، ببینم چطور شد نزد، واقعا من چیکار کردم که نزد، چرا نزد. آخه تو اون ویدیویی که اومده بیرون به قول شما 10-12 ثانیه بیشتر نیست و اون 14 ثانیه است و فقط من یه با کوله پشتی حمله کردم بهش، جلوش رو گرفتم، ولی در اصل درگیری بعد یا قبل اون بود یا بعد اون نمیدونم، ولی اصل درگیری موقعی که من زمین افتادم، اون موقعی بود که من بلند شدم و باش درگیر فیزیکی کامل شدم، لمسش کردم من اونو، جلو حتما دستم بود، ویدیوهاش، یعنی فکر اون میکنم جلو دستم بود. بعد دیگه اون فکر کنم از من ترسید، دید که باش مبارزه میکنم، ازش نمیترسم، دور شد، ازم فرار کرد. اون که فرار کرد من دویدم دنبالش، مردم غیرتشون به سبب یه لحظه غیرتی شدن دیگه، دنیا داره من نه داره میترسید، بریم دنبالش. حالا اون یه نفر تنها داره میره دنبالش، اونم ما هم بریم. هوریاکشان و فریاد زنان مردم حمله کردن بهش تا یه سری کوچه رسید. سری کوچه چیا، شما قبل از اینکه بخوای بری جلو، آیا قبلش کسی، یعنی چی کار میکرد، مردم چی کار میکردن، یعنی وایستاده بودن نگاه میکردن نه. که اون میدوید تو خیابون، مردم رو دنبال میکرد، اون فرار میکرد، مردم رو دنبال میکرد، مردم از دستش فرار میکردن. هر کی از دستش فرار میکرد، خب خوشبختانه همه از دستش فرار کردن، هر کی از دستش فرار میکرد میرفت دنبال یکی دیگه، هر کی از دستش فرار میکرد میرفت دنبال یکی دیگه، اون از دستش فرار میکرد میرفت دنبال یکی دیگه. اصلا از خیلی، یعنی اصلا انگار فیلم بود، انگار نمیدونم این صحنه ها چی بود، واقعا خیلی جالب بود برام دیگه، همش میرفت دنبال مردم. یعنی شما اون موقع که اون طرف رو چاقو زد، شما فکر کردی فقط اون رو زد، یعنی نمیدونستی که سه نفر اصلا خبر نداشتم. من بعدا فهمیدم که بابا این سه نفر رو قبل من کشته، 5-6 نفرم زخمی کرده. من بعدا فهمیدم اون موقع که پلیس اومد وارد ماجرا شد، بهش شلیک کرد، افتاد زمین، مردم بهش حمله کردن. اون لحظه که افتاد زمین، پلیس رفت رو پشتش، دستشو بست، بعد مردم حمله کردن، پلیس نذاشت خدای که ضربه بزنن بهش، مردم وگرنه همونجا مردم میکشتنش. اون مردم و جماعتی که خون جلوی چششون رو گرفته بود، همه اصلا مثل چیز بودن، ولی در اون لحظه دیگه خوشبختانه هیچ کس نزدش، چون خیلی بد میشد اون موقع دیگه. پلیس نذاشت، فریاد زد برید برید، پلیس های دیگه اومدن، دیگه مردم رفتن. من اومدم پایین از همون کوچه، دیدم یه خانم افتاده زمین، تازه متوجه شدن که بابا این داستان چی و چی کار کرده، چه جنایتی کرده، و من آخرین نفر بودم که دارم میبینم اینو. خیلی دیر رسیدم متاسفانه. اینجوری که خبرگزاری‌ها گفته بودن سه نفر رو تو بانک زده، بعد اومده نه یه نفر رو تو بانک، نه یه نفر رو تو بانک زده بود، یه نفر رو، یه خانم رو تو بانک زده بود، یه فروشگاه بودن که اونا رو فروشگاه، بله بله بله، تو فروشگاه سه نفر رو زده بود، اونی که تو بانک هم بود یه نفر بود، تو فروشگاه رفته بود که خرید، به عنوان مشتری رفته بود برای خرید،
چاقو رو برداشته بود، از همونجا بس شروع کرده بود دیگه. یکی رو دم بانک زده بوده، یه دختر جوون داخل بانک بد زده بوده با یه پسر جوون که توی خیابون بودن افتاده بودن. یعنی من بعد فقط از یکی اون رو دیدم. بله نفر آخره، یعنی اون هفتمین نفره که چاقو برده بود، فکر میکنم هفتمین نفر بود که بعد دیگه شما وارد شدید و بقیه دقیقا آخرین نفری که چاقو خورد همون جوونی بود که من از دیدم از پشت داره میزنه به گردنشو، دیگه ما جلوشو گرفتیم، من و سیکوریتی ها و اونا که عقب کشید و من تنها موندم و یکم جلوشو گرفتم و دیگه باز مردم حمله کردن و پلیس ما تو از این شد. عجب متاسفانه خیلی چه روز بدی بود، جمعه سیاهی بود، واقعا جمعه سیاهی بود، جمعه سلخی بود اون روز. باز حالا باز خدا رو شکر که خودت هم آسیب ندیدی. خدا رو شکر، خدا واقعا رو شکر. من میتونم از طرف شاید حالا افرادی که ما رو دارن دنبال میکنن توی اینستاگرام یا یوتیوب یا تلگرام، من بله میتونم یه تشکر واقعا چی میگن که برازنده شما باشه همینجا از طرف خیلی همه لطف دارید جناب آقای اسحاق، من خیلی یادم لطف دارید یه شما. لایوی که با من و تو داشتی خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردی و گفتی که یک پناهجو داشت مردم رو چاقو میزد و یک بله پناهجو رفت و مانع شد که این چاقوه رو نزنه، یعنی دقیقا کاری رو انجام دادی، یکی به مردم حمله میکرد، یکی از مردم دفاع میکرد. دقیقا یعنی کاری رو انجام دادی که دیده شاید خیلی از افراد رو عوض کردی که تمام پناهجویان نمیتونن خشن باشن، خشن باشن خبر هستن که احساسات دارن و عواطفشون نمیذاره که بقیه رو بذاره همچین کاری رو انجام بدن. خیلی اون نکته خیلی خوبی بود که گفتی. دقیقا سوال بفرمایید. یا اگه مثلا این اتفاق تو ایتالیا افتاده بود چیکار میکردی؟ چون من بازم میگم تو لایو دیده بودم گفتی که خب من الان توی آلمان هستم، خب آلمان امکانات زیادی رو بهمون داده، اینجا دقیقا. داریم زندگی میکنیم و از اینجور چیزا، و این کاری بود که از دست من برمیومد. یعنی اگر دقیقا. مثلا توریستی توی ایتالیا بودی این کارو نمیکردی؟ شک دارم. توریستی منظورم مثلا رفته بود ایتالیا یه پناهجو. مسافرت، این اتفاق اونجا میافتاد، آیا این کار رو انجام میدادی یا نه انجام صد نمیدادی؟ درصد صد درصد اوکی. اگه اون صحنه ها رو میدیدم، البته اگه بازم همون صحنه رو میدیدم جلو چشم من میزد، 100% حمله میکردم بهش، چون احساس من یه جوری نمیتونم بیستم و ظلم جلو چشمم همین جوری. این چه ظلمی، حالا اونم با چاقو به مردم بی دفاع بی سلاح حمله کنی، خب این غیر قابل تحمله برای من، خیلی سخته. دقیقا میگم من خودم هم همین فکر رو کردم، گفتم صد، چون بعد از اینکه اینو گفتی گفتم 100% اگه این اتفاق توی یه کشور دیگه هم میافتاد و چیا اونجا بود این نبود که بگه خب این سوال، این سوال من 4 روز دارم مصاحبه میکنم، اولین باره این سوال ازم میپرسن. این سوال چون خیلی سوال تکراری شده دارم تو رسانه ها، اکثرا میگفتن اون لحظه نمیترسیدی، مخصوصا رسانه های آلمانی، اون در اون لحظه نمیترسیدی که شما یه چاقو بخورید؟ منم خیلی با خون سردی میگم نه نمیترسیدم. همینجور یه لحظه دید تقریبا 5-6 ثانیه، 5-6 ثانیه اونجا مکس میکردن، بعد میخندیدن. اه نمیترسیدی واقعا؟ گفتم جناب آقای فلانی، خانم فلانی، اگه میترسیدم منم مثل این مردم فرار میکردم، نمیرفتم جلو باش درگیر بشم. آه راست میگی، بله دقیقا همینطوره. بله البته من دیدم که توی یه سری از خبرگزاری ها اسم 2 نفر دیگر هم آورده بودن که اونجا مثلا که رستوران داشتن، که بعد از این که متوجه میشن که همچین اتفاقی افتاده اومده بودن که یکیشون با جارو، مثلا این که دقیقا فکر میکنم نزد جلوی شما بود سر کوچه، که بود که بله سر کوچه نزد، نزد متاسفانه، همش چیز میکن دارو داشت با جارو میرقصید. به نظر من نزد دیگه، همونجا باید میزد واقعا. البته صدای ماشین پلیس اومد دیگه بی ربط بود زدنش، صدای ماشین پلیس که اومد ترسید فرار کرد، نمیدونم دیدی یا نه تو فیلم. دقیقا بله. ولی او خب فرار کرد دیگه ترسید. بر اساس قوانین میدونی شاید خب خیلی ها باشن که بر اساس قوانین، یعنی قانون شاید جلوشونو میگرفت، احتمالا طرف رو میزدن، شاید طرف از شاکی میشد، میدونی چی میگم؟ ممکن بود این اتفاق هم بیفته، ولی این اصلا و به هیچ عنوان شهامت شما رو زیر سوال نخواهد برد
و این لایو من جلوگیری کردم. جان من جلوگیری کردم ازش، من جلوشو گرفتم. اگه دقیقاً نتونستم بزنم، حداقل تونستم جلوشو بگیرم، سرشو مشغول کنم تا پلیس بیاد. 3-4 دقیقه کم نیست برای این اتفاق. دقیقاً و اکثرا هم همینو گفته بودن که چیای ربیعی وقفه ایجاد کرد بین این، یعنی ممکن بود این 7 نفر الان 14 نفر بودن، شاید 20 نفر بودن. شاید اونجا اون جماعتی که اونجا بودن مرد خیابون شلوغیه، و اون مردمی که اونجا بودن پیر بود، جوان بود، مرد پیر چیز بچه بود، بچه نمیتونه فرار کنه از دست این بچه، بعد پیرزن نمیتونه فرار کنه، پیرمرد نمیتونه فرار کنه، بدوه باید وای میساد میزد. مردم جوان مثلا من یکی میتونستم فرار کنم، یه جوونی مثلا میتونست فرار کنه، اما یه پیرمرد نمیتونست فرار کنه، بچه نمیتونست فرار کنه، شاید میزد. اون تعارف نداشت بالاخره. متاسفم که چاقو خوردن اکثرانشون سن بالا داشتن، فقط میگم دو تا نوجوان توشون بود، یکی یه خانی دختر خانومی بود و یکی هم یه پسری که گفتن که وضعیتشون خیلی حاده، ولی خب این نیست که بخوان از بین برن، یعنی تونستن ثابت نگهشون دارن و امیدواریم که اتفاقی براشون خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا یه خود بریم سر وقت خودت، میگی اینقدر سوال تکراری ازم پرسیدن دیگه همش تکراری شده. نه این سوال جالب بود. بله دقیقا، از مهاباد آذربایجان، چون دو تا مهاباد تو ایران هست، یکی تو اصفهان، یکی تو آذربایجان غربی کردنشینه. من کرد آذربایجان غربی مهابادم، شهرستان مهاباد. بسیار عالی. چند وقت توی آلمان هستی؟ 17-18 ماه تقریبا. 17 و درخواست پناهندگی ده. بله درخواست پناهندگی دادیم. این سوال شاید تکراری باشه، فکر میکنی این کاری که کردی تأثیری میذاره روی این یا نه؟ میدونم برای این انجام روی پناهندگی. بله خب شما همتون جوابشو میدونید، برای این کارو نکردم که مشهور بشم یا پناهندگی بگیرم، ولی 100% احتمال زیاد تأثیر داشته باشه. ولی من اینجا هم میگم واقعا در اون لحظه من به نه به هیچی فکر میکردم، نه به مدال، اصلا نمیدونستم مدال شجاعت چیه. من اون روز که آقای نخست وزیر ایالت بایرن اومد به من گفت، بعد پرسیدم از هم دوست عزیزمون که اونجا بود، بس آقای بامداد اسماعیلی، اون اونجا بود اتفاقا اون روز. بعد من چون زبونم خود زیاد خوب نیست، اون مترجمم بود همونجا، بعد اون گفت که مدال شجاعت گفته بدیم. فهم مدال شجاعت چیه؟ اون برام توضیح داد. من نمیدونستم اصلا مدال شجاعت چیه. بعد در اون لحظه اصلا نه به فکر اقامت بودم، نمیدونستم روی زمینم، روی هوام کجا هستم. در اون لحظه فقط به این فکر میکردم که چطوری میتونم یه کاری بکنم این دیگه ادامه نده کارشو، یه کاری بکنم چاقوشو بگیرم، یه کاری بکنم بالاخره جلوشو بگیرم. خدا رو شکر تونستم. بازم من همون فکر بودم دقیقاً. بازم و گفتم، اینم گفتم که اقامت گرفتن یعنی به قیمت جون. آیا دقیقاً مدال گرفتن به قیمت جون؟ در همون لحظه چاقو به من میزد، خب من شاید الان به عنوان یک مثلا خب شهید کی نیست اینجا، ولی به عنوان یک خب بالاخره جان باخته، جان فدای، جلوگیری کرده، یه نمیدونم حالا اسمش چی بذارم، اقامت میدادن، اقامت میدادن اون برای دنیا. نه خدا نکنه، دور از جون شما. خدا رو شکر، خدا رو شکر، بالاخره اینجوری بود که داستان اینجوری شد که خدا رو شکر من جون سالم در بردم از این اتفاق خیلی وحشتناک. این که ختم به خیر شد، ختم به خیر شد برای شما شد، ولی خب خیلی ها عزادار شدن و دیده بودم که توی تصاویر مختلف گل گذاشته بودن توی خیابون به یاد. بله هنوزم هست. به این رفته بودن. بله بسیار عالی. من میدونم که امروز واقعا سرت شلوغ بوده، خیلی مصاحبه داشتی و نمیخوام وقت دیروزم، فقط این لایو من گذاشتم چون دیدم که اونجوری که باید، حالا شاید فردا پس فردا بقیه شبکه ها باها تماس بگیرن و 100% صحبتهایی رو هم باهات بکنن، ولی دیدم توی این چند روز تنها فردی که باهات مصاحبه کرده بود از طرف فارسی زبونها بامداد عزیز بود. بامداد بود. بعد نه یه چیزم گذاشتم، عذر میخوام حرفتون رو قطع بکنم، من الان یه استوری ایرانی انترنشنال نمیدونم دارید یا نه، آقای جمشید بهرامی، اونم گذاشتم الان تو استوریم.
تو استوری هم اگه دوست داشتید میتونید به من، اونم فارسیه، حتی ترجمه از آقای زمشید بهرامی با مردم آلمان مصاحبه کرده در مورد این کار من و ترجمه کرده همه حرفای مردم، و مردم آلمان که با آلمانی جوابش میدن اون ترجمه کرده. اونم یه چیز فارسی امروز اینترنشنال پخش شده و الان توی استوری من هست، میتونید ببینید اگه دوست دارید. همش برای از امروزه، یعنی من میگم همین جور که گفته شد از امروز به بعد احتمالا باز میان سراغ شما و این یک اتفاقیه که درست تلخ بوده ولی ما خیلی خوشحالیم که یک ایرانی تونسته این کارو انجام یک بده. ایرانی کرد، یک ایرانی کرد. آفرین. ایرانی همه ایران میشه. ایرانی یعنی همه ایرانی، ولی یک ایرانی کرد کم بر. آقا ما فرقی نمی کنه. ببین اینجا که میپرسن اهل کجایی، میگم از ایران اومدم. خدایش خب اینجا میپرسن، همه میگن اهل کجایی، میگم از ایران اومدم. بعد براشون توضیح میگم از ایران اومدم ولی زبانم کردیه، بچه کردستانم ولی از ایران اومدم. این خیلی طبیعیه. درود بر هر چی کرد و ایرانی و فارسی زبونه. من از پایین درود بر همه ایرانی ها. قربونت برم، قربونت برم داداش. امیدوارم که همیشه موفق باشی و این اتفاق بشه که این پله های ترقی رو خیلی سریعتر طی بکنی، خیلی سریعتر اقامتتو بگیری و به زندگی نرمالی که شاید هدفت باشه برسی. و اینو بدون که خیلیا این روز رو توی ذهنشون دارن و هیچ موقع یادشون نمیاد. متشکرم، مطمئنم، مطمئنم. یاد نمیگیرم، میگم خسته. من در خدمتم. خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنونم که وقت تو گذاشتی. قربونی برم، در خدمتم. ما بودی. متشکرم، منم خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما آقای اسحاق عزیز و همچنین فالوورهاتون. امیدوارم که حرفای من به دلشون بشینه. حتما اینطوره. خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشی، روز خوبی داشته باشی. نمیدونم شب روز کجا هستید، هر کی صدامو میشنوه شب و روز اوقات خوبی در آینده داشته باشه. شب و روز فرقی نمیکنه. همچنین شما ممنون برم و خدا نگهدارتون. شب شما بخیر، خدا حافظ، مخلصم.